بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امروز ان شاء الله در مورد یک حدیث صحبت میکنیم که در مورد شخص است، آخری شخص است که در جهنم میباشه و الله متعال او را از جهنم بیرون میکنه و داخل جنت میکنه. ولی قبل از اینکه وارد از این موضوع شویم، ام درس هفته گذشته را مختصرا تکرار میکنم، برای بعض اولادا شاید تکراری باشه، ولی یک رب پیدا میکنه با این حدیث دومی، به او خاطر یک تکرار مختصر ان شاء الله میکنم. اولی که گفتیم وقتی که قیامت برپا میشه یک روز بسیار وحشتناک میباشد. الله متعال میفرماید اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار فجرت. یعنی آفتاب، مهتاب، زمین، آسمان، بحر، همه چیز از بین میره، تکه تکه میشه و از بین میره. و در مورد انسان ها الله متعال میفرماید که القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. انسان ها من حیث پروانه ها پراگنده میشه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. مانند پنبه ها تکانده میشه کوهای با عظمت و بزرگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. باز الله متعال در مورد انسان ها میفرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. در این دنیا اگر کسی مریض میشه یا کدوم مصیبت نه، اگر انسان اهل صالح باشه کوشش میکنه که یک کمک برش کنه، اما در او دنیا در آخرت یوم یفر مرء من اخیه و امه و ابیه، پدر خود، مادر خود، برادر خود، همسر خود، همه را رها میکنه و متوجه خود نباشه. نه تنهایی که انسان های عادی، بلکه حدیث را که بعدا ان شاء الله سر بحث میکنیم که خود انبیا و رسول آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، انبیاء اولو العزم، اینا هم نفسی میدن. حدیث است از رسول الله صلی الله علیه وسلم و این حدیث صحیح است که در روز قیامت همه مردم بسیار وحشت زده میباشد، خوف زده میباشد، روز بسیار خطرناک میباشد که همه با یک دیگر و یک گروپ را منسجم میکنن، جمع میشن و میگن حالت بسیار خراب است، حالت بسیار وخیم است، کدام عمل را انجام بدیم، چی کنیم؟ جمع میشه کلشان، میره پیش آدم علیه السلام و برازو میگه که الان تشفع لنا، تو اول بشر هستی، تو پدر بشر هستی، بشر پدر مردم هستی و پدر انسانیت هستی، الان تشفع لنا، حالت ما را میبینی که ما در حالت بسیار وخیم قرار داریم، آیا بر ما شفاعت نمیکنی؟ خلق تو کسی هستی که خلقک الله بیده، الله متعال تو را با دستای خود خلق کرده ساخته، آیا شفاعت ما را نمیکنی نزد الله؟ آدم علیه السلام میفرماید که ان ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله. امروز پروردگار بسیار شدید قهر است، آن قدر قهر است که قبل از این هیچ وقت قدر قهر نبود، و لم يغضب بعده مثله، و ندر آینده قدر قهر خواهد شد. پس نفسی نفس شما پیش برین و مراجعه کنید. این گروه میرن به طرف نوح علیه السلام و برازو پیشنهاد میکنن که سماک الله عبدا شکورا، را الله متعال در قرآن یک بنده شکرگزار مسما کرده، نام گذاشته. الان تشفع لنا، آیا بر ما شفاعت نمی کنی؟ باز الله نوح علیه السلام می فرماید که ان ربی الیوم غضب غضبا لم یغضب قبله مثله. بسیار الله متعال قهر است و قهر بسیار شدید است، و لم یغضب بعده مثله، نه قدر در گذشته قهر شده بود و نه در آینده قهر خواهد شد. شما پیش برید. خواهمی قسم پیش میاد با ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، بعد از او پیش محمد صلی الله علیه و سلم میاد که در مورد از این هفته گذشته هم گفتیم که ایره علما میگه که شفاعت العظما هست، شفاعت عظیم، شفاعت بزرگ، و چه قسم شفاعت است آل سرش بحث میکنیم. وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم امتی گروه میاد و پیشنهاد میکنند که الان تشفع لنا، رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب میده که انا لها، این موضوع مربوط ما هسته و ما شفاعت میکنم برای شما و این وظیفه ما هسته که ما یه عمل را انجام میدم.
Anallah. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سر به سجده میفتد و دعای میکنه که کلمات خاص را الله متعال برش انتخاب کرده میباشه، آن برش فهمانده میباشه، آن مختانده میباشه و او کلمات استعمال میکنه. از طرف الله متعال صدا میاد که ارفع راسک یا محمد، ای محمد سرت بالا کن، ارفع راسک یا محمد. این حدیث البته به چندین قسم بیان شده، من مختصر از این تمام حدیث را بیان میکنم. ارفع راسک یا محمد سرت بالا کن، ای محمد قل اسمع لك، بگو ما گوش میکنم، سل تعطا سوال کو ما برت عطا میکنم، وشفع تشفع و شفاعت طلب کو، بخاطر که برای الله متعال معلوم است که چرا پیامبر اسلام به سجده رفت، بخاطر شفاعت و این شفاعت عظما است. وشفع تشفع شفاعت کو، ما شفاعت تقبل میکنم. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خود را بلند میکنه و الله متعال میفرماید که فخرج منها من کان فی قلبه قال حبت من خردل من الایمان، برو و در جهنم هر کسی که در قلب از به اندازه یک ذره ایمان هم باشه او را خارج کن، به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت. در حالی که در اون روز الله متعال میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، و در آیات دیگر الله متعال میفرماید که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، صفتی که برای الله متعال در روز استعمال میشه او قهار هست. و هم تمام انبیا و رسولی را بسیار به بهترین صورتش تشریح میکنه که الله متعال بسیار قهر است این روز، اینقدر قهر در سابق نبوده، در گذشته نبوده و در آینده هم نخواهد. به هر صورت الله متعال برش اجازه میده که فخرج منها من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من الایمان، به یک اندازه یک دانه و یا یک ذره اگر در قلبشان ایمان باشه او را بیرون کن. او را بیرون میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره به سجده میفته و سر خود پایین میکنه، به خاطر که این خوش شفاعت شد، یک گروه بیرون شد، اما اکثریت قاطع همونجا هنوز هم مانده، باز سرش در سجده است. از طرف الله متعال دوباره برش صدا میشه که ارفع راسک یا محمد، باز هم سرت بلند کن، سل اسمع لك، قل اسمع لك، بگو ما گوش داره، سل تعطا سوال کو ما بر تو عطا میکنی، وشفع تشفع و شفاعت کو ما بر تو شفاعت را قبول میکنی. باز برش امی میشه فخرج منها من کان فی قلبه ادنا 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 من حبت من خردل من الایمان، برو شفاعت کو باز جهنم خارج کو، کسی که در قلبش به اندازه نصف 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 یک ذره ایمان هم باشه او را هم به خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله متعال شفاعتشان را قبول میکنه و هم خارج میشه. بعد از این هم یک تعداد زیاد در دوزخ است، در جهنم است. رسول الله صلی الله علیه وسلم باز سر به سجده میشه و الله متعال دوباره برش صدا میکنه که ارفع راسک یا محمد، سرت بلند کن، قل اسمع لك، بگو و ما گوش میکنیم، سل تعطا سوال کو ما بر تو عطا میکنیم، وشفع تشفع و شفاعت کو ما بر تو شفاعت را قبول میکنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که خیمه را اجازه بده که من قال لا اله الا الله، کسی که لا اله الا الله هم گفته باشه او را هم شفاعت شکن و او را هم از جهنم بیرون کنه. الله متعال در جواب میگه که فبعزتی و عظمتی و کبریایی و جلال لأخرجن من کان فی قلب من قال لا اله الا الله، قسم به عزت من، قسم به جلال من، قسم به بزرگی من، کسی که لا اله الا الله هم گفته باشه او را هم خارج میکنه. این شخص، این گروپ هم خارج میشه از جهنم و الله متعال اونا را داخل جنت میکنه. یک حدیث دیگر است که هم در صحیحین موجود هست و متفق علیه است، به چندین قسم روایت شده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه که من میفهمم که آخرین شخصی که از جهنم خارج میشه و به جنت میره او کی است و چه قسم، الله متعال را داخل جنت میکنه. این هم یک حدیث بسیار عجیب است و رحمت و عنایت و مرحمت الله متعال را نشان و ظاهر می سازد. میگه او شخصی است که در جهنم هست، شفاعت صورت گرفته، این شخص بلند میشه که قدم بزنه می، باز بلند میشه قدم بزنه باز می، باز بلند میشه قدم بزنه در آتش در احاطه میکنه در بر می، حالتش بسیار خراب می باشه،
که بالاخره الله متعال امی شخص آخری است که الله متعالی را از جهنم خارج میکنه و بعد داخل جنت میکنه. وقتی که الله متعال از اونجا خارج میکنه میگه تبارک الذی نجانی منک، ذات پربرکت است الله متعال که مرا از تو نجات داد به جهنم اشاره میکنه. لقد اعطانی الله شیئا، الله متعال برای ما چیز را داده که ما اعطاها احدا من الاولین والآخرین. میگه چیز را که الله متعال برای ما داده نه برای اولین داده و نه برای آخرین. هنوز خبر نیست که بعد از چی واقع با وقوم پیونده و در جنت چی احوال است، هیچ چیز خبر نداده. ای خود در درد بود، در مصیبت بود، الله متعال از مصیبت خلاص کردش. میگه لقد اعطانی الله شیئا ما اعطاها احدا من الاولین والآخرین. این عنایت الله را، این مرحمت الله را الله متعال به هیچ کسی اعطا نکرده، فقط به ما اعطا کرده. بعد از این شخص متوجه میشه که الله متعال ترفع شجره، در حدیث میگه که الله متعال یک درخت را اونجا خلق میکنه و درخت کلان میشه. میبینه این نفر متوجه از درخت میشه، این شخص آخری که از جهنم خارج شده. یعنی مرحمت الله متعال را ظاهر میکنه که چقدر بالای بنده های خود رحیم هست. و در حدیث دیگری هست که الله متعال میفرمه که این رحمتی مئت، رحمت ما، رحمت الله متعال صد حصه دارد. یک حصه هست که الله متعال در این دنیا برای بندگان خود را مخصوص ساخته، او چی کافر هست، چی مسلمان هست، چی نباتات هست، چی حیوانات هست. 99 للآخره، 99 حصه رحمت خود را الله متعال برای آخرت نگاه کرده. و در این حدیث بسیار ظاهر میشه و آشکار میشه که شخص میبینه که یک درخت است که پیدا شده و در پهلوی از درخت آب است. از الله متعال سوال میکنه که خیمه بر من اجازه بده که استعذر من ظلها و اشرب من مائها، من اجازه بده که به درخت نزدیک شم و سایه از استفاده کنم و از آب ازی بنوشم. الله متعال میگه این عمل رو من بر تو انجام میدم، تو رو پیش از درخت نزدیک میکنم. سألتنی غیرها، بعد دیگه چیز سوال نمیکنه. این بنده میگه یا رب لا، اگر به اوج نزدیک شدم دیگه چیز سوال نمیکنم. این بنده به اوج نزدیک میشه، در سایه قرار میگیره، از آب استفاده میکنه که الله متعال یک درخت دیگر خلق میکنه. ثم رفع الشجره احسن من او من اولا، درخت دیگر را الله متعال خلق میکنه که از درخت اولی که بهتر میباشه، بزرگتر میباشه. یکی چه قسم نوعیت داشته میباشه، چه قسم کیفیت داشته میباشه، چه قسم درخت هسته ما نمیفهمیم. اما این شخص چون از آتش خارج شده، هر سایه برازی یک نعمت است و یک راحت است و هر آب برازی یک دوا هست. باز پیش الله متعال دعا میکنه که من به این درخت های من نزدیک کن، این درخت دوا. الله متعال پیش دعا میکنه یا ابن آدم الم تعهدنی الا تسألنی غیرها، آیا وعده نکردی امرای ما که دیگه چیز سوال نمیکنی؟ لا اسأل غیرها، میگه بعد از دیگه چیز سوال نمیکنم، مرا به این درخت نزدیک کن. به این درخت هم الله متعال را نزدیک میکنه و از سایه از اون میگه من استفاده کنم و اشرب من مائها و از آبش بنوشم. اونجا هم خلاص میشه که درخت دیگر نزدیک جنت میباشه، در اونجا یک درخت دیگر به الله متعال خلق میکنه. باز پیش الله متعال رجوع میکنه، میگه برای باز هم نزدیک کن. یا ابن آدم، الله متعال برش میگه ای بنی آدم الان تو عهدنی الا تسألنی غیرها، تو خود وعده کردی که من دیگه چیز سوال نمیکنم. بازی بنده برش میگه لا اسأل غیرها، این دفعه اگر نزدیک شدم و از سایه استفاده کردم و از آبش نوشیدم دیگه چیز سوال نمیکنم. در اینجا که نزدیک میشه که میبینه که اونجا جنت وجود داره. و یه خود گفته بود که الله متعال بر من نعمت کرده که دیگه بالای هیچ کس نکرده، که میبینه که در جنت اونجا نعمت های الله متعال بشمار هستن. باز اونجا برش شوق پیدا میشه که من در اونجا داخل شم. اینجا الله متعال برش میفرماید که ارادیت، آیا راضی میشی ان اعطیک الدنیا و مثلها، آیا و در حدیث دیگر میگه آیا راضی میشی که من حیث پادشاهی دنیا و یک من حیث دنیا یک چیزه و مثل از و از او کده بلندتر و بزرگتر و زیادتر برد بتم، آیا به این راضی میشی؟ اینجا این شخص میگه بسیار موضوع جالب است. خود عبدالله بن مسعود که را بیان میکنه خودش خنده میکنه، باز پرسان میکنه اصحاب که شما پرسان کن که من چرا خنده کردم.
إجا الشخص برش ميجا يا كديش دجا قبل أزي أستوي ميجا رديت ورديت تلو جا ميجا باس باس دجا الله يمتعل ميجا ما راضي شده باس دجا ما قدر باس كذو جهنم برا ما دم باز دصايا دراك باز دجا دراك باز داخل الجنة شدوم رديت ورديت باس است ولدريجة كان الله يمتعل برش ميفرما كي آيا من هيس بادشاهي أزي دنيا برت نصيب كنا يازو كذا زيادتر زيادتر إجا بنده متوجه میشه میگه اتستهزئ مني وانت رب العالمين يا الله متعال برای من استهزاء میکنی و تو پروردگار عالمیان هستی. این حدیث صحیح است، الفاظ صحیح که در صحیحین موجود دارد. اتستهزئ مني وانت رب العالمين، تو پروردگار عالمیان هستی با من استهزاء میکنی. در اینجا است که خود عبدالله مسعود وقتی که روایت میکنه تبسم میکنه و خنده میکنه. باز اصحاب میگه شما پرسان کن که ما چرا خنده کرد و می خاطر چرا خنده کردی؟ به خاطر میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث را بیان میکرد و هم خنده کرد. باز ما از او پرسان کرده. از او پرسان کردیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که چرا خنده کردی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که بنده این جمله را استعمال میکنه اتستهزئ منی و انت رب العالمین، به پروردگار میگه آیا به من استهزاء میکنی در حالی که تو پروردگار عالمیان هستی؟ الله متعال هم تبسم میکنه و میخواد به این جمله ای که این بنده استعمال میکنه. باز الله متعال میکنه لا استهزه منکه، ما برای تو استهزا نمیکنم، ما که پروردگار عالمیان هستم، همه چیز در قدرت ما هست و تو را میتونم که از دوزخ خارج کنم و تدریجا که یک نعمت الله را ببینی بعد از دیگر نعمت الله را ببینی آخر تو را داخل جنت کنم و بعد از جنت بر تو آنقدر نعمت ها را نازل کنم که از دنیا و مافی ها کدام زیادتر و بالاتر باشد. یعنی این شخص آخری هسته که داخل جنت شده، کسانی که اعمالشان ثقیلتر می باشه از اعمال بد که خدا الله متعال اونا را چقدر نعمت ها نصیبشان بده. اما شاعری هسته که میگه با می اختتام می بخشیم این درس را که یا رب ذکرم بر من درویش نگر، بر حال من خسته دلریش نگر، هرچند که نیم قابل بخشش تو، بر من منگر بر کرم خیش نگر. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم. خیلی بینید جانب. خیلی بینید جانب.